23 مرداد ماه 1401 خورشیدی و 12 اوت 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به مذهب شیعه و نهاد روحانیت میپردازیم، با عنایت به حکومت دینی حاکم بر ایران امروز و این ماه محرم. البته انگیزه گذاشتن این برنامه است. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. خب، من میخوام قبل از این که به محرم امسال و چگونگی نگاه حکومت و مردم به مراسم محرم و اینها بپردازیم، یکی دو نکته رو بگم و برنامه رو با مهمان محترم برنامه ادامه بدیم. ببینید، ذوب بودن در ولایت و اصولاً بودن در عزاداری های محرم دو موضوعه. یک موضوع، یعنی یک جانبش، کسانی هستند که به هر حال منافعی دارن و بعضیاشون حتی اعتقاداتی دارن در حفظ حکومت ایدئولوژیک شیعه حاکم بر ایران. ولی شماها که بیشتر تو این مراسم محرمانه شرکت میکنین، تو همه این مراسمش، منظورم اینه که چه از هیئت‌های عزاداری گرفته، چه سینه‌زنی ها، چه روزخونی ها، چه مدعی ها، به ویژه که دیگه همه شده مدعی پاپ، هر سال هم بدتر میشه و بهتر میشه، شاید، من چه میدونم. به هر حال از اون چیزی که سنت شیعه بوده است فاصله گرفته. حالا اینکه اون سنت شیعه خوب بوده یا بد بوده، اون بحث دیگه یه که بعد دربارش صحبت میکنیم. ولی عزاداری های محرم در دنیای واقعی شکی نیست که قدرت حکومت رو بیشتر میکنه، چه کسانی که در این عزاداری ها شرکت میکنن حکومتی باشن چه نباشن، چه حتی چندان اعتقادی به دین و مذهب داشته باشن چه نداشته باشن. حکومتی که میگه اسلام را گریه زنده نگه می‌دارد، هرچه مساجدش پر باشه، هیئت‌های سینه‌زنی و عزاداریش رونق داشته باشن، خب خودش قدرتمند می‌بینه. یعنی همه اینها میخوام بگم میره تو جیب حکومت. شما برای حسین عزاداری میکنین ولی حکومت ازش سود میبره. ثواب آخرت میشود سود دنیای این آخوندهای حاکم. صریح باشیم با هم دیگه، در حکومت مذهبی نمیشود در مراسم مذهبی حضور داشت و همزمان خواستار تغییر وضعی بود که همین حکومت به وجود آورده. خواستار تغییر وضع، اکثر مردم خواستار تغییر وضع موجودن به خاطر اینکه اکثر مردم نون ندارن، اکثر مردم آزادی که دلشون میخواد راحت زندگی بکنن ندارن. و قبل از همه، بیشتر از همه تاکید میکنم، نان. بعد از 43 سال این بدبختی که وجود اومده که قابل گفتن نیست دیگه. حالا جزئیات چه در بعضی برنامه ها میام صحبت میکنیم دربارش، خودتون بهتر از همه میدونید. نمیشه به نفع حکومت کار کرد و تو دلش آدم بگه که خدا اینا کی میرن. برای همینه که اگر در همین عزاداری های محرم یه هیئتی بیاد مثلا خلاف ایدئولوژی و نظر حاکمان مداهی بکنه، ممنوع میشه. اصلا هیئت بعثت مثلا در یزد کم نیستن این هیئت ها، تا به دلایل متعدد این هیئت بعثت در یزد معروفتر از بقیه شده. نمونه، امسال از برگزاری مراسم عزاداری محرم در این هیئت جلوگیری شد، حکومت جلوگیری کرد. یه نمونه از مراسم پارسالشون رو ببینیم. بگذردی روزگار زول ندارد قرار، بگذردی روزگار، بگذرد این روزگار، دولت شبهای تار، نخوت ایام دی، خون دل و جام
شود این دور تبه تی شود این دور تی بگذرد این روزگار بگذرد این روزگار خواب گران تا بکی کو سر کس را بکی خواب گران تا بکی کو سر کس را بکی ای هوس ملک ری ای هوس ملک ری بر سر خامان بخواب خب ببینین جلو اینجور مرسی خونی ها رو میگیرن تا الله اکبر خامنه ای رهبر رو رواج بدن تو مداحی هاشون. یک ویدیوی دیگه ای داریم از میثم مطیعی، اگر آماده است میتونیم پخشش بکنیم که ببینیم توی همچین نظام سیاسی مذهبی مستقری چگونه میشود از عدالت برای مردم و حتی برای ساکنان بلاد اسلام سخن گفت. همه امکانات به کار گرفته میشه تا این امتیاز متولیان مذهب حکومتی حفظ بشه. بنابراین مردم گرفتار نون شبشون هم باشن، حفظ حکومتی که افتاده دستمون در اولویت. خونخواه یارانی ما سیلی غیرت شمشیر برانی بر عمر اسرائیل ما حکم پایانیم تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است تکبیر ما تیره خلاص ظلم و تابوت است الله اکبر خامنه ای رهبر ببینین. پس بودجه مملکت رو باید در این جهت سازمان داد، مهم این است. دین رسمی که اسلام می شود و مذهب رسمی که شیعه می شود در قانون اساسی مملکت، یعنی بقیه دین ها غیر رسمی هن. چند تا دین داریم که غیر رسمی هن در، یعنی به رسمیت شناخته شده اند، ولی مذهب رسمی مملکت شیعه و دین اسلام است. بقیه دین ها نداریم. اینی که میگم چند تا غیر رسمی هن، در واقعیت بقیه دین ها به رسمیت شناخته نمیشن. فقط سه تا دین غیر رسمی در قانون اساسی شناخته شده: کلیمی، مسیحی، زرتشتی. همین هم از نظر روحانیت شیعه که حالا دیگه قدرت سیاسی هم دستشه بی‌معناست، مضر اصلا. نمونه عرض میکنم خدمتتون. آیت الله مکارم شیرازی میفرمایند پلورالیسم دینی، تکثرگرایی دینی به مفهوم برحق دانستن همه ادیان دارای اشکالات بسیاری است. اولا سرانجام آن اجتماع نقیزین است، پس نمیشه. ثانیا پلورالیسم خیشتن برانداز است، زیرا تکثرگرایی در مقابل انحصارگرایی است، انحصارگرایی، و اصرار موافقین پلورالیسم بر حقانیت خود و ابطال باور دیگران خود مخالف اصل تکثرگرایی است. ثالثا پلورالیسم یا تکثرگرایی و ضد انحصار طلبی منکر هدایتگری دین است، زیرا خداوند برای تکامل بشر ادیان پیشین را منسوخ و دین کامل را میفرستد و فرستاده است. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواین دعوا نشه و ما هم خب قدرت دستمون، اگه میخواین نابود نشین شیعه بشین یا تابع شیعه بشین. یعنی همین که 43 ساله داریم میبینیم مسجد اهل تسنن در تهران نداریم، اما 55,000 مداح اهل بیت داریم که در کشوری که بنا به آمار خودشون بیش از 65% جمعیتش محتاج هزینه اولیه زندگی است، بیشترین درآمدها رو دارن.
55,000 مداح اهل بیت در سطح کشور با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت فرهنگی و مذهبی دارند. اضافه شدن تبل و دهل هم قیمت مداحی را افزایش می دهد. برای مثال یکی از مؤسساتی که برای مراسم مختلف مداح خانم معرفی می کند می گوید خانم ه برای یک ساعت با تبل و دهل 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان دستمزد می گیرد ساعتی. خب از کارهای دیگه دستمزدش بیشتره قطعا. به گفته برخی از مداحان خواندن زیارتنامه ها و دعاهای مختلف قیمت متفاوتی دارد. برای مثال مداحی در اصفهان میگوید زیارت عاشورا را با 70 یا 80 تومان برگزار میکند ولی زیارت ناحیه مقدسه طولانی تر است و به همین دلیل 250,000 تومان بابت این زیارتنامه هدیه میگیرد. بسیاری از تالارها نیز مسئولیت اجرای مراسم عزاداری را بر عهده می‌گیرند. برای مثال یکی از تالارهای شهر تهران در خیابان دماوند برای 100 نفر مهمان و مداحی حاج رضا فراهانی حدود 7,000,000 تومان دریافت می‌کند یک شب. پارسال جواد مقدم از مداحان مشهور برای هر شب مداحی در هیئت قریب مدینه امیرکلا 1,000,000,000 تومان یعنی شبی 100,000,000 دریافت کرد. کیا این خرجا رو میکنن؟ غیر از اینکه آدم افسوس میخوره از پولی که بالای چی میره و به کیا داده میشه و با وضع این مملکت کیا این خرجا رو میکنن؟ فکر نکنین مردم عادی فقط، معتقدان و متدینین فقط، یه عدهشون بازاریا و میدونیایی هستن که اونام انقدر قیمت رفته بالا که امسال دیگه نتونستن مثل سالهای پیش برای امام حسین ریخت و پاش کنن، حتی نتونستن مثل سالهای گذشته خرج بدن. برای اولین بار گوشتی که باش قیمه امام حسین پخته میشه فروش نرفت. بازار بیرمق گوشت و دام زنده در محرم امسال میگه حتی تا یک سومه فروش هر ساله گوش در دهه محرم به اصطلاح در روز اول محرم تا منتهی به عاشورا میگه تا یک سوم پارسال هم فروش نرفت. خب این خرج دادن ها حتی اگه کسی هم دیگه نده حکومت میده، حکومت میداده. نه فقط نیاز به بسیج مردم در مساجد و تکایا داره، نیاز به از بین بردن کرامت انسان هم داره تا بتونه بر مردمی که هویت و کرامتشون رو در گرو دین اسلام، دین حکومتی گذاشتن، مسلط باشه. نظری خاری در محرم تا همین چند سال پیش تفریح بود بیشتر برای خیلی از جوونا، الان شده یه نیاز. هم مردم گرسنن و خب میتونن گوشت و پلو خورش نظری بخورن، هم حکومت مردم رو عادت داده به این نظری خاری، به وهن، به توهین شدگی مزمن، به تحقیر. آدمی که هرگز شأنش قبول نمیکرد بره هیئت قضای نظری بگیره، مثلا معلم ها، مثلا چند تا معلم میشناسیم که قضای نظری ناگزیر میگیرن. از بین رفتن شأن آدمی است دیگه، الان عادی شده. این عادت کردن به قضای نظری یعنی عادت کردن به تحقیر و توهین به کرامت انسانی. این هم یه جنبشه. همین هیئتایی که شنیدین الله اکبر خامنه‌ای رهبر چقدر حکومت بودجه میگیرن تا این سیاست رو اجرا کنن، فکر نکنین. و همین نظری خوری رو، اینا کار به اصطلاح خیرها لزومن سال هاست که این هیئت ها با بودجه دولت سر پا هستن، بودجه‌ای که باید خرج آموزش و تعادل اقتصادی و نیازهای کشور و
مردم بشه، این خرج این نظری خاری ها، این مرسی خونی ها که عرض کردم الله اکبر خامنه‌ای رهبر رواج بدن، خرج این چیزا میشه. ببینین من قسمت بودجه رو یک اشاره خدمتتون عرض بکنم. یک بررسی مختصر اما جانانه رویداد انجام داده درباره بندهای بودجه 1401 مربوط به حوزه‌های علمیه برای مثال و بقیه مفاد بودجه‌ای که در مصفحه رویداد رو داریم که مستند باشه حتما نشون بدیم، و درباره بقیه مفاد یا مواد لایحه بودجه که شده قانون بودجه 1401 که مربوط است به نهادهای مذهبی در جمهوری اسلامی، یکی از بنده شرط کردم مربوط به حوزه های علمی است. بودجه در نظر گرفته شده برای حوزه های علمیه بیش از 4694 میلیارد تومان است. حوزه های علمیه بودجه برای چی میخوان؟ مگه حوزه های علمیه اصلا گیریم که همه کاراشون درسته؟ بودجه برای چی میخوان؟ مگه خودشون بیشترین درآمد رو ندارن به عنوان نهاد روحانیت در ایران امروز؟ مگه بیشترین درآمد رو نداره؟ مگه این مراجع تقلیدی که در حوزه های علمی هستن، مگه سهم امام و خمس و بعضن زکات مگه نمیگیرن؟ مالتی میلیاردرن همشون، بودجه برای چی؟ بیش از 4700 میلیارد، نزدیک 4700 میلیارد تومان پول بدیم به حوزه‌های علمیه‌ای که تازه گوش همه آدم‌های همچنان معتقد بهشون، ناآگاه و مقلدشون رو می‌برن. عرض کردم به اسم امام خمس و زکات اونجا. سهم سازمان محیط زیست ایران به عنوان متولی رسیدگی به یکی از مهمترین معضلات کشور یعنی مشکلات زیست محیطی در سال آینده، یعنی سال جاری 1401، 22% کمتر از سهم مرکز خدمات و حوزه های علمی است. بودجه راهپیمایی 40، حالا قرار بیاد دیگه، نزدیک به 200 میلیارد تومان است. این بودجه برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان به عنوان سه استان مرزی کشور با عراق در راستای توسعه مراسم 40 در حالی است که همه سال شهرداری تهران هم جداگانه در این بخش هزینه می‌کند. اهداف بودجه 40 رو که دیگه بچه‌های ایران و عراق هم می‌دونن که صدور مذهب رسمی حاکم بر ایران به عراق، تقویت شیعیان در عراق، شاخشونه کشیدن برای کسانی که معتقد نیستن به اینا و تبلیغات حکومتی برای نشان دادن اینکه چند میلیون آدم پای پیاده راه افتادن از اقصانقاط کشور به طرف حرمین شریفین، یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. کرونا داره در ایران دوباره بیداد میکنه. آمار رسمی که وجود داره که در کشوری مثل ایران که نقاط دور افتاده از مرکز متاسفانه هنوز و همچنان زیاده و آماری از اونجاها ثبت نمیشه، مخصوصا آمار روز به روز، ولی در همین آمار رسمی که دارن میدن هر روز بنا به آمارهای رسمی داره میره بالا، آمار کرونا مبتلایان حدود 8000 تا
دیشب که من میدیدم ابتلا به کرونا بود دوباره و فوت شدگان از کرونا حدود 90 نفر 89 نفر 90 نفر یعنی داره سه رقمی میشه دوباره. ولی مراجع تقلید مثل پارسال و مثل پیارسال فتوا دادن که باید به هر تقدیر برگزار شود مراسم. داریم میبینین مراسمی که امیدوارم که شما نرفته باشین و کرونا نگرفته باشین، مراسم شلوغی که هست. همینجا امسال هم دیدین که رهبر معظم این نظام مقدس خودش عزاداری عاشورایشو تنهایی تکی برگزار کرد که کرونا نگیره یه وقت. و خودش بودجه میده که برین شماها توی دسته های سینه زنی شرکت بکنین، از دیس قیمه پلو اگر باشه یا مرغ اگر باشه چه میدونم الان دیگه هم کاسه و هم مجمع بشید، با هم دیس بشید با کسانی دیگری که اصلا نمیدونین اینا یا کرونا دارن یا ندارن. به همین دلیله که بودجه وزارت علوم برای اینکه علم یه خورده بالا بره تو این مملکت، برای مثال به عنوان وزارت علوم، به عنوان نهاد متولی توسعه دانش هر کشوری دیگه از جمله ایران، 67 میلیارد تومان از مجموع 38 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخونه، وزارت علوم، صرف حمایت از برنامه‌های بسیج اساتید میشه. 317 میلیارد تومان از این بودجه، بودجه این وزارتخونه وزارت علوم، به اجرای امور دینی و توانمندسازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی در دانشگاه‌ها اختصاص یافته. آخونده و مدده ها 16 میلیارد دلار به پژوهش های دینی و 2 میلیارد به توسعه علوم انسانی اسلامی. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای فعالیت های قرآنی و کانون های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات 40 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. غیر از بودجه های خاص که خودشون دارن ها، این نهادها، نهادهای حساب پس نده، غیر از اون یه بودجه، اینا بودجه های فرعی ایناست، این بودجه هستشون اضافه است. فقط برای فعالیت های قرآنی و کانون های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات 40 میلیارد تومان بودجه میدن به شورای عالی انقلاب فرهنگی. مجموع بودجه اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5000 میلیارد تومان بوده که گفتن زیادش کردیم. از این بودجه 210 میلیارد تومان برای حمایت از امور طلاب و روحانیون. ببینین اونجا ما صحبت کردیم، من عرض کردم خدمتتون، بودجه‌ای که به حوزه‌های علمیه داده میشه و نزدیک 5000 میلیارد تومانه. به کسایی که خمس و سهم امام و زکات و این چیزا میگیرن و بعد اینجا دوباره 210 میلیارد تومان از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میرود برای حمایت از امور طلاب و روحانیون. آدم وقتی که واقعا نگاه میکنه به این دو تابلوی ایران، یک تابلو این 85 میلیون جمعیت، حدود 10 میلیونشون بنا به صحبتایی که اقتصاددانهاشون و جامعه شناساشون میکنن وضع نسبتا خوبی دارن، حدود 1 میلیون تا 2 میلیون نفرشون وضع بسیار خوبی دارن که اطرافیان مرتبطین با حکومتن، و نزدیک به 90 درصد مملکت وضع خوبی نداره، راضی نیستن از زندگیشون، از معیشتشون، از اقتصادشون، از مسکنشون، از تربیت بچه هاشون. نه آموزش پرورش داریم، نه وزارت علوم داریم. بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اینجوری خرج میشه، همش میره دست اینا. حالا ادامهش رو خدمتتون عرض بکنم، 98 میلیارد تومان از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میرود برای فعالیت های فرهنگی برون مرزی.
پانزده همین یعنی همین سینه زنی‌ها و مداحیای عاشورانه و اینا بخشی از همین هاست دیگه. با بقیه البته جامعه مصطفی هم بودجه جدا داره برای همین کارا و غیره و غیره. 15 میلیارد تومان برای اصلاح سبک زندگی با رویکرد اسلامی. ببین چقدر مفخور پرورش میده این حکومت شیعه. و 186 میلیارد تومان برای بسیج محلات. اینا از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. و ببینین از این مجموعه رو در نظر بگیرین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط 237 میلیارد تومان برای توسعه هنر اختصاص داده، یعنی تقریبا اندازه بودجه حمایت از طلاب و روحانیون. توی بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ها میگم طلاب روحانیون در بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه بودجه کلون میگیرن نزدیک 4700 میلیارد تومان. بعد از این ور تو بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگ و هنر دیگه مثلا میاد باید جهت توسعه هنر سرمایه گذاری بکنه، بودجهش تقریبا برابر است 237 میلیارد تومان، تقریبا برابر با بودجه حمایت طلاب و روحانیونی که همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشون جداگانه میده. این بودجه بندی ایران اسلامی در قرن 21 بعد از 43 سال حکومت این آخوندا. سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه امسال 1500 میلیارد تومان بوده که به معنی افزایش 75 درصدی بودجه این نهاد مذهبی است. این پولا رو از کجا تأمین میکنن؟ میدن به آخونده برای تبلیغ تشیعشون. از مردم. در بودجه سال 1401 درآمدها حدود 664 هزار میلیارد تومان است که از آن 532 هزار میلیارد تومان مالیات است. مالیات از کیا گرفته میشه؟ اساساً از کسایی که حقوق بگیرن. قبل از اینکه شما حقوقتون بره تو حسابتون یا چه میدونم چک حقوقیتون رو بگیرین، مالیات برداشته شده. مالیات در رفته میگیم چقدر شما درآمد دارین دیگه، میدونین دیگه شما که حقوق بگیرین میدونن، اونایی که نمیدونن بدانن. یعنی فلان مغازه‌دار میتونه در بره از زیرش مقدار، یا بازاریا به ویژه که دوتا دفتر روزنامه همیشه دارن به قول خودشون، یه دفتر دفتر یادداشتشون دفتر روزنامه میگن به طور سنتی، دفتر گنده ها که یه سری یادداشت‌ها رو در این دفتر میکنن قایمش میکنن، یه سری یادداشت رو در این دفتر میکنن که به مامور مالیات نشون بدن. زمان شما هم همینجور بود. اینا همه میتونن از زیر بخشی از مالیات در برن، ولی کسایی که یعنی بدبختایی که حقوق میگیرن، حقوق بگیر دولت به ویژه هستن، اینا قبل از اینکه حقوق بیاد دستشون، اینها از مالیاتش از حقوقشون مالیات کسر میشه. مجموع درآمد مالیاتی که پیش بینی شده که آخر امسال حساب کتاب بشه بگیرن 532 هزار میلیارد تومانه. فقط مقایسه کنیم 532 هزار میلیارد تومان با 664 هزار میلیارد تومانی که کل بودجه سال 1401، یعنی نزدیک به 75 درصد 80 درصد شاید حداقل مالیات ها میده، مالیات مردم، همین مردم میدن. بعد عرض کردم به کجاها داره میره اون وقت این بودجه خرج چیا میشه. بعد به من میگن عصبانی نشو وقتی که ببینین، من وقتی میشینم اینا رو میخونم و مقایسه میکنم به اندازه کافی هرس میخورم دیگه. اینجا فقط میام هرسمو خالی میکنم سر شماها که بدانید واقعا این وضعو و کمک به
تحقیر شدگی خودتون نکنین. کمک به مراسمی که این حکومت میخواد باهاش فخر فروشی کنه به جهان که بگه ببینین من در مراسمی که برگزار میکنم اینقدر طرفدار دارم نکنین. وقتی بودجه برای پژوهش علمی در آخر ردیف و اولویت حکومتی که میخواد اسلام و با شمشیر و گریه زنده بدارد قرار میگیره، بیش از 90% نخبه های درسی ایران از کشور فرار میکنن، میرن تو کشورهای دیگه رو استعدادها و دانششون کار میکنن. از میان 86 مدالدار المپیادی ایران 82 نفر آنان مهاجرت کردند. آینده این مملکت با این وضع بسیار سیاه‌تر از امروز خواهد بود. داستان این است که وقتی عرض کردم دین اسلام دین رسمی می شود و مذهب رسمی که شیعه می شود و هر کی هم بخواد صداش در بیاد میگه در قانون اساسی هست و به ویژه اصلی است که در قانون اساسی ذکر شده است که غیر قابل تغییر است. هم میخشون رو کوبیدن با قانون اساسیشون و هم در عمل من فقط اشاره هایی کردم، نمونه هایی آوردم که ببینید در چه وضعیتی هستیم. ببینید من میخوام چند نکته درباره تاریخ شیعه در واقع آن چیزی که وضعیت رو امروز رسونده خدمتتون عرض بکنم. یک کتابی منتشر شده در ایران به نام تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه که خب طبیعتاً پژوهشی است تاریخی درباره مسئله تمرکز در نهاد روحانیت حاکم اونان یک نهاد در واقع و در دولت، در دین و دولت هر دو. یه نکاتی از اینو میخونم بعد میریم سراغ شیعه‌گری کسروی. میگوید برخلاف اهل سنت که پس از رحلت پیامبر شخصیت مرکزی خاصی به لحاظ دینی ندارند، تاریخ شیعه در سه قرن نخست تجربه رجوع مستقیم و غیر مستقیم مردم به یک فرد در رأس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. یعنی سلطان پروری از آغاز، یک استبداد فکری و حضور فیزیکی یه نفر سلطان پروری. این نوشته های خودشون رو من خدمتتون عرض میکنم. اهل بیت پیامبر به ویژه از عصر امام صادق به بعد در تمامی سرزمین های اسلامی موکلینی گمارده بودند که مرجع رفع اختلاف مردم، دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش های دینی آنها بودند. از آنجایی که اجازه این موکلین به طور مستقیم به توقیع معصوم صورت می گرفت، جایگاه این وکلا سبقه ای از مشروعیت دینی معصوم داشت. با اینکه در موارد متعدد در دوره ائمه مردم هر منطقه از سوی معصومین به عالمان شیعه همان منطقه ارجاع می شدند، مرکزیت دینی علما پس از غیبت ضرورت مضاعف پیدا کرد. من یه توضیح کوتاهی بدم در برانچ عرض کردم خدمتتون تا بعد برسیم به خود روحانیت شیعه. ببینید اولا اهل بیت پیامبر به ویژه از عصر امام صادق به بعد در تمامی سرزمین‌های اسلامی موکلینی گماردند که مرجع رفع اختلاف مردم باشند. یعنی چی؟ یعنی یک، از لحاظ نظری وارد بشن در جامعه، دو، دریافت وجوه شرعی که خب
مهمترین رکن در واقع تشکیلات، هر تشکیلاتی از جمله تشکیلات روحانیت، از مردم پول جمع وجوه شهری جمع بکنیم. مردم هم فکر میکنن که خب این میره دست نایب امام. چرا نایب امام؟ میگه بعد میاد ولایت رو میخواد و برسه به وضعیت امروز، ولایت فقیه رو میخواد در واقع توجیه بکنه. میگه از آنجایی که اجازه این موکلین، کسایی که وکیلن از طرف امام غایب، به طور مستقیم توسط امام معصوم صورت گرفته، بنابراین جایگاه اینا سبقه ای از مشروعیت دینی معصوم دارد. چرا میگن امام خمینی، امام خامنه ای، فلان؟ امام خامنه ای هم بره، مشتبه هم که بیاد میشه امام مشتبه خامنه. به خاطر اینکه باید یک نفر، عرض کردم یک نفر، خودشون میگن که یک نفر باید، اصلا تشکیلات روحانیت و نهاد روحانیت با به وجود آوردن یک نفر در رأس هرم این تشکیلات به نام ولی فقیه شکل میگیره. حالا نام های متعددی که بوده که امروز دیگه این حکومت ولایت فقیه، میگم الان خدمتون. روحانیت شیعه در طول تاریخ تغییر تحولات زیادی را تجربه کرده. این گروه به مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق به ویژه در اواسط دوره قاجار یک نهاد منسجم و دیوان سالار شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های اجتماعی بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تأثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی نامتمرکز، کم اثر و پراکنده بود. خب از کی این شکل می‌گیره؟ در واقع از زمانی که مرجعیت تقلید به وجود میاد. مرجعیت تقلید کی به وجود میاد؟ در دوره قاجار. منتها قبلش قدرتگیری علمای دینی در زمان صفویه و با اهمیتی که طهماسب به صفویه برای اسلام فقاهتی قائل بود آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران پیوند محکمی میان علما و شاهان صفویه وجود داشت و حکومت پشتیبان اصلی علما بود. خب شیعه شدن ایرانیان در زمان صفویه که دیگه داستانی است پر آب چشم، که میدانید اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل صفوی که از نواده های صفی‌الدین اردبیلی بود و اینها جزء صوفیان بودند، شاخه های متعددی هم ازشون جدا شد و بعدن علی اللهی ها و اینها از توشون در آمدن، ناجز صوفی ها بودن. بعد یکی از نواده های او، اسماعیل صفوی، به قدرت که میرسه اولا به زور شمشیر ایران رو شیعه میکنه و در تاریخ همین شهر قم، ام القرای اسلامی هست که بیشترین کشتار و خونریزی ها در همین قم توسط اسماعیل صفوی انجام می شود. شاه اسماعیل صفوی برای اینکه مقاومت می کردن و نمی خواستن، از اولش این قومی ها خیلی دیندار بودن و متدین و معتقد و محکم بر سر امروز برعکس شده، البته می دونیم عقایدشون، به هر حال بسیار مقاومت می کردن در برابر تحمیل تشیع و گردن زده شدن. عرض کردم بیشترین خونریزی در شهر قم انجام شد برای اینکه ایران شیعه بشه. و اهمیتش این است که در زمان صفویه که ایران به تدریج شیعی شد، چنان شد که سه سده بعد، حدود 300 سال، صفویه 238 سال بر ایران حکومت کردند، 500 سال پیش به حکومت رسیدند و 238 سال حکومت کردند و بعد البته دوره نادر که بساطشون برچیده شد، ولی مجدداً در علمای دینی بساطشون برچیده شد، ولی مجدداً در به هنگام قاجاریان
شاهد آن هستیم که رابطه محکم و یک پارچه میان عموم مردم و علمای شیعی به وجود آمد. اشاره میکنه تو همین کتاب که پس از فروپاشی صفویه و به دنبال آن در دوره نظامیگری و سنیگرایی نادرشاه با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات ضربه اقتصادی به روحانیت وارد شد. حوزه های علمیه و مساجد از مستمری های دولتی و موقوفات تأمین می شد و در دوره نادر با قطع مستمری ها و غصب موقوفات عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت. فرصت داری من یه نکته دیگرم خدمتتون عرض بکنم. خب ببینید، باز میخوام بگم که چقدر مسئله خراج و پول مفت گرفتن از مردم و بعد در ضمن کنترله، چون ببینید روحانیت وارد اداره جامعه میشه، این به دست گرفتن اداره جامعه به انحاء مختلف تا قبل از جمهوری اسلامی از طریق کنترل حکومت ها انجام میشد. همینطور که اشاره کردم دوره افشاری نادر از اول نذاش، کاری که رضا شاه کرد که روحانیت کنترلش بکنه، در واقع آخوندها کنترلش بکنن. ولی در شهریور 1320 که پایان سلطنت نادرشاه بود و آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، من یه تیکر رو اجازه میخوام که از کتاب شیعیگری کسروی به کوشش محمد امینی بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افسوده‌ها. این کتاب بسیار با ارزشی است از این نظر که حاصل تحقیق دقیق و طولانی مدتی است که آقای امینی کرده است روی این کتاب و حجم یادداشت‌هایی که بر این کتاب نوشتند و در یک مجموعه کتاب 350 صفحه‌ای 360 صفحه‌ای منتشر شده است، حجمش بیش از دو برابر اصل کتاب شیعیگری احمد کسروی است. ایرادهایی که بعضی جاها به کسروی به نوشته کسروی گرفتن و یادداشت‌هایی که نوشتن، در مقدمه‌ای که آقای امینی در همین کتاب نوشتند درباره نکته‌ای که عرض کردم بین دو حکومت رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی، بله کسروی در پیشگفتار بخوانید و داوری کنید کتاب دیگری است که خمینی در همان سال 1323 جوابی بر این نوشته کسروی نوشت به نام بخوانید و عمل کنید، که در واقع تو اون کتاب کسروی رو تکفیر کرد و حکم قتلش رو داد، که بعداً احمد کسروی نویسنده و پژوهشگر و تاریخ نویس ارزشمند ایرانی بعداً در کاخ دادگستری تهران به دست نواب صفوی و عواملش در واقع تشکیلات فدایان اسلام کشته شد و بعد متاسفانه قاتلان آزاد شدن خیلی راحت از زندان به نام خواست مراجع، بعضی از مراجع و آیت الله خامنه ای هم که بارها این فیلمشو پخش کردیم، این ویدیوشو که درباره نواب صفوی که صحبت میکنه، میگه من هر چی دارم از نواب دارم و هر چی یاد گرفتم از نواب صفوی یاد گرفتم. یکی از ترورهای فدایان اسلام یک گروه لات تروریستی بودن، اینها احمد کسروی بود. کسروی می نویسد دولت بهانه پیدا کرده کتاب را
بازداشت، کتاب را توقیف، فارسی نویسی سریع میخواست داشته باشه و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاده تا پرونده ای پدید آید و در دادگاه کیفری داوری شود. بعد به گفته کسروی در کتاب، کسانی مانند عبدالحسین حجیر وزیر کشور وقت، اینا مال بعد از شهریور 20، محمد ساعد مراغه اینو خص وزیر، محسن صدر وزیر دادگستری در هنگام آغاز شکایت، حاج شیخ اسدالله ممقانی مجتهد آذربایجانی و وزیر دادگستری دولت ساعد، محمد حسین جهانبانی رئیس شهربانی دولت سهیلی، سرتیب کریم قوانلو فرماندار نظامی تهران، مهدی دادور وثوق السلطنه استاندار آذربایجان و گروه بسیاری از روحانیان و از جمله امام جمعه تهران از این شکایت پشتیبانی می‌کردند و بعد نتیجه دادگاه رو خود کسروی می‌نویسه، میگه البته جز جلوگیری از پخش چاپ نخست شیعیگری پرونده دادسرا به جایی نرسید. یعنی دولتی که بعد از شهریور 20 به قدرت میرسه، متاسفانه هرچند که در واقع دوره آزادی مطبوعات، دوره آزادی نشر، دوره آزادی بیان اون موقع تا حدودی میرود تا سال 30-31-32 که بعد از کودتا جامعه بسته میشه، ولی در اون یک دهه به ویژه چند سال اول بعد از شهریور 20 و به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه پهلوی، این آزادی در ضمن باعث آزادی در واقع تمام آزادی هایی که رضا شاه از آخونده گرفته بود میشه، دوباره بر میگرده اونا و نتیجهش به هر حال سالهای بعد میشه و تشکیلات آخوندهای حکومتی. باری ببینید، و بعدم این انقلاب بهمن 57 که داریم میبینیم، ببینید این نکته که عرض کردم درباره اولین دولت بعد از شهریور 20، اینها به هر دلیلی که جای بحثش اصلا اینجا نیست و منم نباید اصلا درباره صحبت کنم، باید کارشناسی باشه که کارشناسانی در باید صحبت کنن، به هر دلیل یا ترس از روحانیون بوده یا نگاهی که در اواخر دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی هم این نگاه در خیلی از دولت مردها بود و اونم این بود که برای اینکه مردم فکر نکنن که ما به لحاظ اعتقادی در مقابلشون هستیم، بنابراین باید ملاحظه مردم رو کرد و به همین دلیل باید به روحانیت شیعه، کسانی که مراجع تقلید به ویژه و کسانی که مردم بهشون اعتقاد دارن، باید حالا اگه ما خودمونم اعتقاد نداریم احترام بذاریم و خب این احترام گذاشتن از طرف دولت حکومت یعنی کمک کردن بهشون، همینطور که کمک کردند و طوری می شود که حتی شکایت میکنن علیه کتاب شیعیگری احمد کسروی از عبدالحسین حجیر وزیر کشور گرفته تا ساعد مراقعی نخست وزیر تا صدر الاشراف تا میاد پایین. چی نوشته بود من یک کسروی تو این کتاب که اینقدر واکنش برمیانگیخت؟ کی در سال عرض کردم 1323 برای مثال من تیکه های رو براتون میخونم. حسین ابن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست و کاری از پیش نبرد، لیکن مردانگی بسیار ستوده ای از خود نشان داد و آن اینکه زبونی ننموده کشته شدن خود و فرزندان و یارانش را از گردن گذاردن به یزید و ابن زیاد بهتر دانسته، مردانه پافشاری کرد و خود و پیروانش کشته گردیدند. این کار او بسیار ستوده بوده، ولی هرچه بوده بوده،
1300 سال گریستن چه معنی دارد؟ به آن نمایش های بسیار بیخردانه محرم و صفر چه توان گفت؟ این داستان های زیارت و گریه با آن حدیث هاشان از راه دیگری نیز در خور ایراد است. اینها ریشه دین را کندن و آن را از میان بردن است. در جایی که با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت شایسته گردد، کسی چرا از خوشی‌های سزا و ناسزا باز ایستد؟ چرا فلان حاجی آزمند انبارداری نکند، به احتکار نکنه؟ چرا بهمان ستمگر خونها نریزد؟ چرا آزمندان به پول اندوزی نکوشند؟ چرا مردان دنبال زنان بیگانه نیفتند؟ سران شیعه در آن کوشش‌های سیاسی خود پروای هیچی نکرده، هرچه خواسته گفته و هرچه خواسته کرده اند، ولی ما آیا می توانیم چشم از کارهای سراپا زیان ایشان بپوشیم؟ یا مقدسن ما باید خفه شیم؟ نزدیک 100 سال پیش اینا رو می نویسه، جامعه بر نمی تابه، حکومت هم بر نمی تابه. امروز هم وقتی اگه شما اینا رو بنویسین، جامعه بر نمیتابه و حکومت هم، و به ویژه حکومت بر نمیتابه. میدونیم دیگه سرنوشت برای مثال هاشم و آقا جری رو. من به هیچ وجه مقایسه نمی کنم با احمد کسروی و هاشم و آقا جری رو، ولی 20 سال پیش حکم اعدامش رو دادن به خاطر اینکه فقط چون و چرا آورده بود توی یکی از احکام شرعیه‌ای که حکومت متشرع و شیعه جمهوری اسلامی ایران میخواست اعمال میکرد و اعمال میکرد، میخواست اعمال بکن. همین. باز در جای دیگری این نکاتی رو آقای امینی در زیر نویس این کتاب شیعه‌گری آوردند، از ملا محمد باقر مجلسی نویسنده بهارالانوار، که بهارالانوار رو بارها در این برنامه صفحه آخر در باید صحبت کردیم، که بیش از 60 جلد در جلدهایی که الان چاپ شده است هست و گردآوری است از همه احادیث در بهارالانوار مجلسی که در دوره قاجار میزیسته، یعنی تبلور پیدا میکنه کارش در واقع از صفویه تا قاجار. این دوره بسیار مهمی است در عرض کردم افول مجلسی ها در دوره پایان صفویه و مجدداً طلوعشون در برآمدشون در دوره قاجار، به ویژه در دوره فتح علی شاه قاجار. مجلسی در بهارالانوار از نامه نایافته از امام 11 به احمد ابن اسحاق قمی میگوید که فرزند ما متولد شد، باید آن را از دیگران پوشیده بداری درباره امام زمان، زیرا ما به جز دوستان نزدیک خیش کسی را از آن آگاه نکردیم و ما دوست داشتیم که به تو خبر دهیم تا خداوند تو را به وسیله این خبر خوشحال گرداند، همانطور که ما هم خوشحال شدیم. اما در یکی از همین داستان ها می نویسد که امام 11 پس از زاده شدن فرزندش گوسفندان بسیاری را برای او عقیقه نمود و شیعیان را اطعام کرد، که این روایت با کوشش برای پنهان داشتن کودک نوزاده سازگار نیست. این هر دو در حلیت المتقین آمده است و در ادامه باز احمد کسروی در شیعه‌گری از تقیه صحبت میکنه و میگوید که خود کسروی مینویسه، میگه میگویند از دشمنان خود میترسید، میگویند پس چرا پدرانش نترسیده بودند. ببینید صحبت مخفی داشتن امام زمان است به روایت او،
کسروی میگوید در داستان امام ناپیدا سخن فراوانی است و ایرادهای بسیاری توان گرفت. یک، چگونه تواند بود که یکی را فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد؟ چگونه تواند بود که 5 سال گذرد و شناخته نشود؟ مگر حسن العسکری در سامرا در میان مردم نمی زیسته؟ امام 11، مگر کسی به خانه او آمده شد نمی کرده؟ آیا با گفته عثمان ابن سعید، همون کسی که نامه میگن مثلا گفته من نامه دریافت کردم از امام حسن عسکری، چنین چیزی را باور توان کرد؟ آنگاه نهفتگی چه رازی می داشته؟ اگر نهفته نبودی چه گزندی دیدی؟ میگویند از دشمنان خود میترسید. میگویند پس چرا پدرانش نترسیده بودند؟ آنگاه گروهی که تقیه توانند کرد و باورهای خود را از دیگران پوشیده توانند داشت، چه جای ترسی برای ایشان باز ماند؟ فرصت کوتاه، من یکی دو نکته دیگه از این کتاب خدمتون عرض میکنم. و کسروی باز در شیعیگری می نویسه ببینید گستاخی را به کجا رسانیدند. هر که حسین را در کسروی زمانی که شیعیگری را می نویسه معتقد بوده و مسلمان بوده و همه جام دفاع می کرده از این دین. می گوید ببینید گستاخی را آخونده به کجا رسانیدند. هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده. یا با هستی امام است که زمین و آسمان پایدار می باشد و به پاس اوست که مردم روزی می خورند. یا هر که بگرید و بگریاند و یا خود را گریان نماید بهشت به او بایسته شود. باید پرسید چرا؟ مگر گریستن به کشتگان چه کاری است و چه سودی از آن تواند برخواست که خدا چنین مزدی دهد؟ چنین گزافه دهی از خدا چه سزاست؟ هر که به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده گردد. باید پرسید پس دین چه می بایسته؟ سخن از نیک و بد و حلال و حرام چه شایستگی دارد؟ در جایی که با گریستن یا به زیارت رفتن هر گناهی آمرزیده شود و بهشت بایا گردد، چرا کسی از گناه بازی استد؟ چرا در بند نیک و بد و حلال و حرام باشد؟ و نکته آخر رو خدمتتون عرض میکنم. پیغمبر در 40 سالگی به پیغمبری رسیده. آن هم بایست پیاپی جبرائیل بیاید و برود و دستورها بیاورد. ولی امامان از کودکی امام می بودند، به طنز می گوید، و بی آنکه نیازمند جبرائیل باشند و وحی، همه چیز را می دانستند. در یاوری به خدا و گردانیدن جهان نیز آن توانایی و کوشایی که از امامان و از حضرت عباس نمایان است از پیغمبر نمایان نمی باشد. یه خود فکر کنی. بریم پرده آخر. هرچی ماهواره ها شدیدتر بشه ها، وضع امام زمان سخت‌تر می‌شود. هرچه جستجوها بیشتر میشه. یعنی یه روزگاری که یه زمانی بود خیلی کسی پیداش نمی کرد، الان راحت میتونن پیدا کنن. بنابراین سخت شده زندگی امنیتی حضرت، خیلی به سختی داره زندگی میکنه. شب و روزگار خوش.